با توجه به اینکه دولت توانسته است که درآمد فروش نفت خودش رو افزایش بده و درآمدهای مالیاتی هم خوب الحمدلله با همکاری بسیار خوبی که خود اظهاری فعالان اقتصادی در 4 ماه اولیه امسال داشت، چرا همچنان در زمینه هزینه ها و مصارف دولت و افزایش هایی که میتونه مشمول کارکنان دولت بشه همچنان داره قاعده در واقع بودجه سال 1401 صورت میگیره؟ این توضیحی نیاز داره. واقعیت این است که علارغم افزایش فروش نفت و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، از طرف دیگه به جهت رشد هزینه های دولت و مجموع کسری بودجه همچنان وضعیت مدیریت و انضباط بخشی به هزینه های دولت دستور کار اولیه ستاد اقتصادی است. میدونیم ما امسال داریم 40% برای سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی رو در واقع کنار میگذاریم، یعنی اون چیزی که برای دولت باقی میمونه به اضافه حالا 14% سهم نفت، یه چیزی اولوش 46% از کل فروش نفت فقط نصیب دولت میشه. بیش از نیمی از فروش نفت کشور به خزانه دولت واریز نمیشه. نکته دوم این است که خب ماهانه حدود 27 هزار میلیارد تومان در رابطه با پرداخت یارانه های جدید داره صورت میگیره که خب این قلم هم سال گذشته وجود نداشته. حدود 17 هزار میلیارد تومان ماهانه به صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و امثال اون داره پرداخت میشه و مجموعه سیاست های دولت این است که اگر درآمد مازادی باقی میماند ببینیم برای کاهش کسری بودجه،